روز جمعه یک دیپلمات رژیم ایران و سه ایرانی دیگر در دادگاه بلژیک به اتهام اقدام به بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2018 محاکمه شدند. این اولین بار است که یک کشور اتحادیه اروپا یک مقام ایرانی را به اتهام تروریسم محاکمه می‌کند. دادستان‌های بلژیکی یک دیپلمات ایرانی و سه ایرانی دیگر را به اقدام بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه متهم کردند. در این گرد همایی وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ رودی جولیانی یک سخنرانی مهم ارائه کرد. مقامات مطلع می‌گویند که طرح بمب‌گذاری با هماهنگی سرویس‌های امنیتی فرانسه، بلژیک و آلمان خنثی شد. فرزین هاشمی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت: امروز یک روز تاریخی است. بعد از 40 سال صدور تروریسم و اقدامات تروریستی در خاک اروپا و سایر نقاط، برای اولین بار یک مقام رسمی حکومت ایران، یک به اصطلاح دیپلمات رژیم، دادگاهی می شود. بنابراین ما بسیار خوشحالیم که بالاخره عدالت برقرار می شود. اسدی حین سفر در آلمان دستگیر شد و به مقامات بلژیکی تحویل داده شد. او حاضر نشد که در روز اول دادگاه در آنتورپ حاضر شود. او به اتهامات هیچ پاسخی نداده است. دیمیتری دیپکو وکیل متهم گفت: موکل من از من خواست که در جلسه دادگاه او را نمایندگی کنم. او به من گفت او باید از مسئولیت برخوردار باشد و آنها حق محاکمه او را ندارند. اسدی دبیر سوم سفارت رژیم ایران در وین بود. مقامات فرانسوی گفتند که او مسئول جمع‌آوری اطلاعات در جنوب اروپا بود و تحت فرمان حکومت تهران عمل می‌کرد. بر اساس اطلاعات انستیتوی روبرت کوخ، روز جمعه آلمان یک نقطه عطف در ابتلا به بیماری کرونا با 1 میلیون مبتلا را رد کرد. آمارها نشان می‌دهد که آلمان توانسته بود تعداد مبتلایان را ثابت نگه دارد. بر همین اساس، آنگلا مرکل گفته که حاضر نیست مقررات را منتفی کند و ریسک رشد مبتلایان و بالا بردن ظرفیت بیمارستان‌ها را بپذیرد. آمار تایید شده مبتلایان کرونا 22800 نفر رشد داشته است، اما با این حال این آمار 800 نفر کمتر از آمار مبتلایان هفته پیش می باشد. آمار کشته شدگان هم 426 نفر افزایش را نشان می دهد که آمار نهایی 15586 که بالاترین رکورد در یک روز است. این عدد هفته گذشته 260 نفر کشته و 49 نفر روز دوم نوامبر اعلام شده بود، روزی که مقررات سختگیرانه به اجرا گذاشته شدند. رستوران‌ها، کافه‌ها و باشگاه‌های ورزشی تعطیل باقی می‌مانند، ولی مدارس و مغازه‌ها باز هستند. از روز اول دسامبر تجمعات از 10 نفر به 5 نفر کاهش خواهند یافت. البته این عدد در روزهای کریسمس در سراسر آلمان مجدداً به 10 نفر افزایش می‌یابد. اما از خانواده‌ها خواسته می‌شود از ارتباطات اجتماعی خودداری کنند. برلین یکی از شهرهایی که بیش از سایر شهرها مورد مبتلا دارد اعلام کرده است که قوانین را برای روزهای کریسمس شل نخواهد کرد. روز پنجشنبه آنگلا مرکل اعلام کرد که آلمان احتمالاً تا ماه ژانویه باید این مقررات را رعایت کند، در حالی که رئیس دفتر او پیشنهاد کرده شاید نیاز باشد محدودیت‌ها تا ماه مارس یعنی فروردین آینده ادامه پیدا کند. انگلستان با فشار به دانشگاه آکسفورد و واکسن کرونا آسترازنیکا روز جمعه از آنها خواست که استفاده عمومی از این واکسن را هر چه سریع‌تر بررسی کنند. همزمان فیلیپین و تایلند با وجود نگرانی‌هایی که متخصصین در مورد نحوه آزمایش این واکسن اعلام کردند، میلیون‌ها دوز از این واکسن را خریداری کردند و گفتند که نسبت به آن مطمئن هستند. دولت انگلستان که 10 میلیون دوز از این واکسن را خریداری کرده، قصد داشت که استفاده از آن را تا قبل از کریسمس امسال شروع کند. واکسن آسترازنیکا یکی از بهترین گزینه‌ها برای کشورهای در حال توسعه است.
زیرا قیمت آن بسیار کم است و می توان آن را در دمای معمولی نیز منتقل کرد. روز جمعه دولت تایلند قراردادی برای خرید 26 میلیون دوز از این واکسن را امضا کرد. مقامات فیلیپین می گویند که تا الان 2.6 میلیون دوز از این واکسن را خریداری کردند و در حال مذاکره برای خرید 1 میلیون دوز اضافه هستند. این خبرها بعد از این اعلام شد که بعضی از دانشمندان تردیدهایی در مورد صحت نتایج این واکسن ابراز کردند. نتایج اولیه این واکسن 90% موفقیت در بین یک گروه از داوطلبین را نشان می‌داد که به دلیل یک اشتباه به جای یک دوز کامل واکسن نصف دوز تعیین شده را دریافت کرده بودند. پنجشنبه رئیس آسترازنیکا اعلام کرد که این شرکت داروسازی قرار است یک آزمایش جهانی دیگر با نصف دوز از این واکسن را به جریان بیندازد تا مؤثر بودن نصف دوز واکسن معلوم شود. این شرکت داده‌های آزمایشی را روز دوشنبه گذشته منتشر کرد که نشان می‌دهد در آخرین مراحل آزمایشی در انگلستان و برزیل واکسن آزمایشی آنها 70% برای جلوگیری از کرونا مؤثر بوده است، در حالی که درصد احتمال موفقیت واکسن در گروه‌های کوچکتر 90% بوده. اما متخصصین معتقدند که به دلیل تعداد کم داوطلبین آزمایشات بسیار سخت می‌شود به این داده‌ها اعتماد کرد. آسترازنیکا می‌گوید که استفاده نصف دوز واکسن توسط دیدبان‌های مستقل راستی آزمایی داده‌ها و مقامات انگلستان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. از روز جمعه بر اساس آمار وزارت بهداشت فرانسه نرخ رشد مبتلایان به کرونا شروع به کاهش کرد. این کاهش باعث شد تا فروشگاه‌هایی مانند این فروشگاه در پاریس بتواند درها را به روی مشتریان لوازم غیر ضروری باز کند. پزشکان در بیمارستانی مانند این بیمارستان می‌گویند با دو برابر ظرفیت تخت‌های موجود مواجه هستند. رئیس بخش کارول ایشه می‌گوید اما مردم باید هنوز محتاط رفتار کنند. امیدوارم که مردم مسئولانه رفتار کنند. امیدوارم که از برداشته شدن مقررات منع تردد پشیمان نشویم. این نشان می‌دهد که در حال پیشرفت هستیم و حالا این یک مسئولیت همگانی است. این بخش تا 90% ظرفیت پر شده. تخت‌های بیمارستان هم طی 2 روز گذشته پر شده. اما هنوز خیلی زود است تا بتوان نتیجه گیری قاطعی کرد که بدترین شرایط سپری شده باشد یا نه. رئیس جمهور امانوئل ماکرون این هفته گفت قوانین منع تردد سراسری که 30 اکتبر برقرار شد ممکن است که 15 دسامبر برداشته شود، در صورتی که تا آن موقع تعداد مبتلایان در روز به زیر 5000 نفر برسد و تعداد بیماران وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه تا 2500 الی 3000 نفر برسد. من قطعا یک آزمایش خواهم داد. من کاملا مطمئن هستم، ولی باعث آسودگی خاطره که بتونیم برگردیم به خونه و در کنار خانواده باشیم و مطمئن باشیم که همه در سلامت خواهیم بود. ما خیلی خوششانسیم که بتونیم این کریسمس در کنار خانواده باشیم و من دوست ندارم هیچ چیزی این رو تهدید بکنه. پس من حتما آزمایش کرونا رو انجام میدم. دانشجویان این دانشگاه اسکاتلند می توانند در این سالن به صورت گسترده مورد آزمایش کرونا قرار بگیرند. این اولین مرکز آزمایش دانشجویان بدون نشانه و علامت کرونا است. این بخشی از برنامه دولت اسکاتلند که مطمئن باشیم که دانشجوها به سلامت به خونه هاشون برمیگردند و خانواده ها و مجموعه‌ای که بهش برمیگردند هم سالم میمونند. من این آزمایش رو قبل از برگشتن به خونه انجام میدم و وقتی که اونجا رسیدم هم یک آزمایش دیگه میدم و خودم رو قرنطینه میکنم. بعد از اینکه دوباره برگشتم هم یک آزمایش دیگه انجام میدم. فقط میخوام مطمئن باشم. در ضمن این آزمایشات مجانیه. فکر میکنم نیازی نیست که حتما علائمی داشته باشیم تا آزمایش بدیم و این به نظرم امن‌ترین شیوه است. به خصوص برای مسافرت و برگشت این مطمئن‌ترین شیوه است. انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تصمیم گرفتند که قوانین را در روزهای آخر سال کمی شل کنند و اجازه دهند تا 3 خانوار طی 5 روز با هم باشند.
از آسمان میزان تخریب طوفانی که هفته پیش سومالی را هدف قرار داد و جان 8 نفر را گرفت به خوبی دیده می شود. طوفان گتی قوی ترین طوفانی بود که کشورهای آفریقایی را در نوردید. از زمانی که ثبت داده های ماهواره شروع شدند، باد شدید به همراه بارش باران 2 سال فقط طی 2 روز باعث جاری شدن سیلی شدید در سومالی شد. هزاران نفر به خاطر ویرانی های سیل و نابودی خانه ها و وسایل ماهیگیری مجبور به جابجایی شدند. این مرد میگوید در 50 سال گذشته چنین ویرانی در سومالی سابقه نداشته. سازمان ملل میگوید زندگی 180 هزار نفر به خاطر جاری شدن آب در بیش از 1 دوجین شهر و روستا مختل شده. شروع این هفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد میگوید که این طوفان میتواند رشد و گسترش حشرات صحرایی کشور همسایه سومالی یعنی اتیوپی را سرعت بخشد تا سریعتر تخم گذاری کنند و به سمت جنوب شرقی یعنی شرق سومالی حمله ور شوند. نزدیک به 10,000 نفر به خیابان‌ها بازگشتند و خوان استعفای رئیس جمهور شیلی سباستیان پینرا شدند. با وجود اوجگیری تظاهرات و برخی درگیری‌ها با پلیس، همه مردم شیلی از جمله خودم به تظاهراتمون در خیابان ادامه خواهیم داد تا رئیس جمهور استعفا بده. تا وقتی که آنها بر سر کار باشند، شیلی بسیج می شود و این فقط خاص سانتیاگو نیست، در سراسر کشور. موج تظاهرات ضد حکومتی در اکتبر 2019 شروع شد و به خاطر پاندمی کووید 19 دچار وقفه شد. تنها شرکت خودروسازی انگلیس که با هیدروژن کار می کند در انتظار طرح انقلاب سبز دولت است. دشت‌های میدویلز خانه خودرویی است که امیدوار است بتواند باعث ایجاد یک انقلاب سبز در انگلستان بشود. ریزور اسم خودرویی است که گازهای آلاینده تولید نمی کند و به جای باتری از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می کند. این خودرو فقط بخار آب تولید می کند. شرکت سازنده این خودرو تنها شرکت سازنده خودرو در انگلستان است که به این فناوری روی آورده. مؤسس این شرکت هوگو پاورز فکر می‌کند که سوخت هیدروژنی نسبت به باتری برتری و مزیت بیشتری دارد. خودروهایی که برای مسافت‌های نزدیک طراحی شدند بسیار عالی هستند و قطعاً ما به آنها نیاز داریم، ولی اگر می‌خواهید مسافت بیشتری مثلا 400 مایل رانندگی کنید، قطعاً سوخت هیدروژنی به صرفه‌تر است. در ماه‌های آینده ریزور با پرداخت به داوطلبان وارد مرحله آزمایش می‌شود. یکی از نواحی ناحیه مونمالت شیر است. مأمور حفاظت از محیط زیست این بخش جین پرات این خودرو را برای یک دور آزمایش می کند. این بخش از این پروژه با ایجاد یک پمپ هیدروژنی برای تامین سوخت خودروهای هیدروژنی پشتیبانی کرده است. این تنها ایستگاه سوخت رسانی هیدروژن در این منطقه است. مرحله سوختگیری تنها چند دقیقه طول می کشد، در حالی که شارژ باتری چند ساعت به طول می انجامد. علاوه بر برتری در پاکیزگی برای محیط زیست، جین به شیوه لیزینگ این شرکت نیز بسیار علاقه‌مند است که شامل هزینه‌های نگهداری و سوخت می‌شود. شرکت ریور سیمپل صاحب این خودرو است و همینطور به دوام این خودرو و بازدهی آن می‌اندیشد. شما همه هزینه‌های این خودرو را یک بار ماهانه پرداخت می‌کنید. این بسیار عالیه. ما می‌تونیم از این گردش فعلی، خرید ماشین و فروش مجدد اون و از ایجاد مشکلات زیاد خارج بشویم، هم برای حال هم برای آینده، و این یک برون‌رفت مؤثر است. در کارگاه تولید ریور سیمپر در حال آماده سازی برای عرضه به بازار هستند. یکی از عوامل موفقیت این شرکت خودروسازی هزینه پایین این خودرو می باشد.
ما انتظار داریم که بتوانیم با هزینه یک مدل گلف برای مشتریان رقابت کنیم، با وجود اینکه هزینه ساخت این خودرو بیشتر است، به خاطر اینکه توان و بازدهی خودروی ما در دراز مدت بهتر است. بعد از آنکه دولت انگلستان اعلام کرد که موتورهای دیزلی و بنزینی تا سال 2030 از دور خارج می شوند، فرصت برای خودروهای هیدروژنی فراهم شده. شرکت ریور سیمپل امیدوار است که با قمار روی این فناوری آنها را به زودی روی سکوی اول قرار دهد، البته اگر به صرفه باشد.